معظم فترات أستاذ صاحب، أستاذ صاحب رباني الشهيد الصول، أقول لك مزار الشريف أو مدان الشهر، مزار الشريف أو أستاذ صاحب فزرائيل خوب شد على طرف الشراي عالي نظامي صفات شمال مردم بريتا فدا اينا باز ما می مخانه کود برق جا بجای شده بود. باز شب ما را خواست می مخانه دکتر صاحب تارشی بود از 12 تا دو نیم بجه قرار 3 بجه شد صحبت کردیم. یک گپ از یادم نمیره، گفت جرال صاحب تو به اسلام خدمت را کردی، دروازه پیروزی را باز کردی، سبب پیروزی مجاهدین شدی، این تاریخ اسلام فراموش نمیکن. و ما را استاد گرفت بچه مستی گفت دمتر پیشانه ما را ماچ کرد. ما در زندگی غیر از پدرم کسی دیگه ما دستش ماچ کرده گیا میرتیم و جور پرسانی کرده باشم شاید ما را غرور میجاده نمیداد ما چیم یا غمر خم خواست ما خصوصات ما هم بودم. ما گرفتیم دست استاد ماچ کردیم به جای پدر ما شما هستیم. هر امر خدمت باشه ما در خدمت هستیم. به می گفت خود آل استاد شهید شد آنه کوار استوار به می گفت به می قول خود و امر خبیشانای ما را ماچ کرد دستشان را ماچ کردیم. هم آلی هم استاد هستیم در پالی همه برادرهایی که دوست و شاگردای استاد صاحب هست اعضای جمعیت اسلامی افغانستان هست و همه گیشان همه اتنان همیتیم دوست ما همه تاودش تاود اونم قولش قول قرارش قرار. دیگه یک خاطرات بعدی که پس ما در چی ششته بودم در شیرپور در خانه دیگر همو وقتا بود یک بادگارد من به نام حبیب زنگ زد گفت والا دوستم گفت از در خانه استاد صاحب گفت یک جار سود دوست میبره گفت چند نفرم روهایش خون گفت پایلوچ سرمون گفت برآمده از دروازه. او برآمدگی ها را ما ندیدیم. او همه سانکزه و مذاکره آمدگی ها یک دو نفرش امینا بوده با خیاله همه کلکوف ما در نزدیک ما بود گرفتیم همه موزه را نپوشیدیم همه دویدیم دم موتر ما یک تعداد بچه ها بود اونجا گفت چی زنده است انتحاری ها زنده است. ما گفتم ما و شما یک نفر مادم دوتا انتحاری را جواب گفتن نتارم پس شما بود. امین ما اولین بار امین جا رسیدیم که بچه ها گریه میکنه دم میمخانه داخل شدیم که دود و بارود و بیو دیوال تای میکنم کل جای همه گوشتای لخته و دیگه چسبیدن یک هیرانتومان سفید در رویش که کلایش نید در رویش لونگی انداختگی ما در اونجا استاد گفته رفته گریه کده ششته همه استاد صاحب ربانیت گفته یکی آمد برما بچه ها گفت ها دوستم صاحب ها بیاییم گفت دوستم گفت استاد در این جا ما گفتم زخمی هست ما پا میدیم روجایی را دیدیم پا میدیم کم بالا کردیم دیگر بالا نکردیم.
یکی از خاطرات تلخ که ما شهادت سنا همین سنا وقت ما وزیر صاحب نمی شناختم، وزیر صاحب خارجه را و دیگر برادرشم نمی شناختم. پسان البته وزیر صاحب آمدن همینجا باز ما ششتم، خدا بخشم مارشال صاحب قایم آمد، دیگر آمد ما اجازه گرفتیم وقت جنازه اینا را خدشان صحبت کردیم. و دیگر خدا بخش آمر صاحب شهید، بسیار خاطره داریم از هر کدام میشه. آمر صاحب شهید ما از چی آمدیم؟ عین از بلخا و در ایسوب آمدیم. صحبت آخری ما امی بود که در کوتل گلورت میگه از بلخا به طرف دشت میدانی. شب 4 بجه بود، ما چون 4:30 بود تلفن چلان کردیم، میفهمیدیم که آمر صاحب شبانه استراحت نمی کنم. از پایان شدیم، از پاکا کلی ما بودیم، همینجا تلفن عیار کردیم، زنگ زدیم، زنگ زدیم، آمر صاحب گوشه را گرفت، سلام احترامات دور پرسانی کردیم. بعد ما گفت ما در کجا هستی؟ گفت جناب صاحب در چی؟ ما گفتم از بلخاب برآمدیم، نزدیک در ایسوف هستیم، یعنی یک میدانی است زمین جرفته را هستیم. بخیر یک دفعه بوریم، ما گفتم وضعیت از خود کنیم، مجاهدین کلگیش اونجا از ما پیشتر محقق صاحب استاد صاحب عطا اینا بود. ما گفتم باز برای شما میگم شریک میکنم شما. باز رفتیم ما چی رفتیم در ایتو قرارگاه محقق صاحب دیگه استاد صاحب عطا همگی یک دفعه گشتیم، مجاهدین را دیدیم، صحبت کردیم دیگه یک ورا رویا این دفعه. باز همینطور چی آمد که خبر شنیدیم که خواجه بهاءالدین انفجار شده، خواجه بهاءالدین انفجار شده، آمر صاحبم دمینجا بوده، آمر صاحبم دمینجا بوده. در رو ما استاد صاحب ربانی را زنگ داریم و خیالم در بدخشان بود. استاد صاحب هر چی قد کردیم نتانستم بفهمم که آمر صاحب زنده هست، زخمی هست، امر هست. باز امرای پایم صاحب گفت دادیم، پایم صاحب گفت دادیم، پایم صاحب گفت که نیمتر شد، یه رقم شد. ما گفتم آمر صاحب زخمی است؟ بله بله زخمی است، تو آجل انتقال دادیم در چی گفت تاجکستان، در تاجکستان انتقال دادیم. گفت ما را گفت همینجا برادرها دوستا استاد شهید گفت که ما را همینجا مقرر کردم به سابق اداره جبه مقامات. ما گفتم آمر صاحب چی بود، داخل اتاق بود یا بیرون اتاق بود؟ گفت داخل اتاق بود، داخل اتاق بود. با خیالم امرای قانون صاحبم با خیالم صحبت کردیم یا نکه و یاد ما نیم. اولی یک جوان به نام جمشید میگه با خیالم جوان بچه است، ما در حالی دایی ما تلفون ما را میگرفت، آمر صاحب وصل میکنه همین جمشید. ما سفر با آلمان داشتیم، همین جا همین جوان را دیدیم تحصیل میکرد و خالم در آلمان یا لندن. همه بچه را ما همه کفا میدیم از پایین صاحب استاد صاحب را باری دیگه صحبت کردیم، شکی شدیم و این بچه ای که با مورال با ما گفت میزنه این جمشید. او جمشید جان تو برو یک دفعه بله تو بگویا، یک دفعه بله بگویا، تو گوشه تو ببرده پیشید
Meyve uzunsa tutup o cilat doktora korka dişte diye var icabda ne mi ta tırpına bu bağlı. Ma ama başarı fobiden tanıştım. Bir kadar yak rüya yak bir kadar yak mural tavidaş cevşi masule çiğ sakatlar diye amır sahibi şeydi. Ma Komandana kadar cam kadın tahmin ki amır sahip şehit şeydi. Tatlar mega komandanı gördüm o diye başa. Davut top çiştim. Mola moşak dar amır sahip molatın bir şeydi. Bir şehit şuda başa ki cevaham istat nişan namı Ya باور ندارم. اگر فشار بیاد قوی شوا چی وضعیت نه با ما گفتم چه کم مرمی داریم چه کم مرمی یک دو ست مرمی داریم یک دو سی ست مرمی داریم یک شارجر پرجین این نیمه کم مرمی دیگه مرمی اضافه نیست ما تو ما بچه هم می جنگم تا یک مرمی ماندن پایگر زنده با دشمن تقدیم نمیشه ما زنده جسدم با دست این دشمنهای پایین طالبان نرده اگر زیاد یک جای چی گر موندیم یک جای نشانه کنین اونمین یا دیگر سعی نکنین در روی ما ما گفتم بزنین نشانی کده خدا بکشین از طرف هر وقت اگر چی شد باز پیدا میکنین جنازه ما را میگه بسیار سختی تصمیم گرفتن که آدم حتی خدا بکشه با دست دشمن نمانه باز با وسط همه گپم در استاد صاحبت ها محقق صاحبینا و اینا هیچ کدام یک چیزی نمیدون پیش خود یک تعرض از سازمان دیگه کردیم تعرض از سازمان دیگه کردیم سپید کتل میدون چپچل میدون خیلی بچه ها پیش رفت دشمن خود ضربه خود یک سی چل نفر دشمن اسیر گرفتیم و تصدفی عقل از نارا گرفته بود ملا عمره و اخامره امین یا بعد از شهادت عامر صاحب 11 استنبره گفش در رخ داد اینا بلا منزلای کابل اگه می بخش نیویورک حمله کردن پنتاگون حمله کرد کجا کجا وای را خود در رادی تلویزیون خونه تاجو صاحب عبدو میگم از شاگردای محقق صاحب خبره را میگم میگم بلا منزل از خدا کنه که ما بوده نعمل پایده اینا طالبا برای ما بوده نعمره داده او راستی هم آمد داده و همین خاطر دوستار خاطرات زیاد است از همگی رهبر صاحبا و خصوص رهبر حزب وحدت استاد عبدالعلی مزاره از نام زیاد خاطره دارم زیاد نشسته داشتیم یک خاطرات مامی جنگ بسیار شدید شد و از طرف دارلمان اینا طالبا از طرف رشپور دیگر زیاد پیش روی کرد و مزار صاحب فهایش تنگ شده میرفت در کارتای پیش و تصمیم گرفتیم که مزار صاحب مقاومت نمیشه دیگه ایره امرای تو سه نفر خودم حتی معقل صاحبم در جریان نماندیم ایز پیلوتارا خواستیم آجل مایتم در تیارای تان هلیکوپترای بیابدار آمده کنیم همین چی زخیره تانکی زخیره تیل تا میرین در غرب کابل مزار صاحب را بگیرین
اگر تیلتان کم مانده بامیان پار میشی تیلتان رسی دیگه آمده آمده امرای مزار صاحب هم گم میکنیم چطور هستیم خوب هستیم برای ما میگه بله خوب هستیم اینه جنگ نیتو چطور باز ما پاوزی صاحب جنرال صاحب پاوزی همینجا هست امرای پاوزی صاحب گم میکنیم چطور هست وضعیت جنگ در اونجا وضعیت جنگ مزار صاحب چطور هست دوستم صاحب میگه همشیره ها و نوک چادرشان بستا چلتا مرمی را گری کده بیاره در مزار صاحب دیده قطع چلتا بینجا مرمی را که اینجا می قطعی میشه گم دیجن ما دیگه بازم قطع مزار صاحب گم بیدارم یک چیزی در دلم ارمان مان ما تصمیم ما در خاطرات زندگی ما ناکام ماندیم و ایر اعتراف میکنیم نتانستیم رو کنیم امر کم امی امی مزار صاحب بگیرم نمیشه هلیکوپتر روان میکنیم برای طرف هزارجات امر گفته نتانستم خدای نخواسته ام تیاره راکت میخوره تیاره استینگر میخوره سقوط میکنه امی شهادت مزار صاحب با عده ما نشوه که ایره جناب دوستم ام رقم شد به این شهادت رسید اینمی امی خاطره اینمی تصمیم ها که ناکام هستیم تا هنوز جگرم هم خونه میگم چرا ام رقم نکردیم پس آن امی روزی که محمود مستری آمد در قلعه جنگی ما هستیم مکتب صاحب آمد اینا در ملاقات همین جا امرای محمود مستری نماینده ملل متحد در قلعه جنگی داخل در دفتر همین جا یک دوستای ما بود به نام چارل سانتی امریکایی ورور دوستا میشناسه همین ما را هم دفتر داخل شدن نمون گوشه کرد گفت مزار صاحب دستگیر شد اینه ای فیلم هست که از زیر پتو گرفته شده از زیر پتو گفت دینه ما در کابل بودم این دستگیر شد اولین کسی که این فیلم با ما رسید این راپور با ما رسید با ما ایتر فیلم آباد کردیم ششتگی بود مزار صاحبه اینیم طالب های جایی هم در گوش چسبیده در بینی چسبیده های بی تربیه ای بزن بکن و حال در جلسه ششتیم نمی بابیم ما چی بگویم چی نگویم اما محمد مستری چی بگویم چی نگویم عقل و هوش ما رفت طرف کابل و طرف دارلمان همین جا به مذاکرات رابطه بود استاد شهید همه طرف خوب بر آمدم قدم میزنم استاد صاحب محقق هم میگم مزار صاحب در کجاست محقق صاحب بگه در تپه اسکارت هست تپه اسکارت هست ما خبر دارم دیگه تپه گفتن نمیتونیم در زمین سعی کرده امرتم خواهی محقق صاحب را رخصت بدیم شب این فیلم را چاپ کردیم اکسا را این نیش باز دلم طاقت نکرد شب یاد محقق صاحب باشه شب در خانه مزار امین جا شب ما تو وضعیت از این خلاده از این خلاده بمر خاطر ما در یک روز یک هزار شهیده همین ملا برادر وقتی که از قیصار شکست خورد عقب نشینی میکرد ما تعرض میکردیم از دره نری و طرف قیصار یک هزار مردم بیگناه بیچاره سیاست
حتی به شهادت رسیده رفتنده پوست کرده بود و قرآن شریف با دستش انداخته بود در گودام بود توخ کنده بود تا امر را میریم سرک میریم شهیدا افتیده بود. اگر یک نظامی باشد ده تایی مردم یک بابا را دیدیم آمد دست کالایشان خون ما را نمیشناسد. ما از پاهم شده در سایه یک دیوار دکان شیشتیم. آ بابا ما گفتم چی کدر آیستیم؟ کالایتان خون است خون. ما گفت والا جنازه را با خانواده با سایوایش تسلیم دادر آیستیم. گفت جمع کدر آیستیم. چی کدر جنازه را جمع کردیم؟ یک 300 تا جنازه شده باشد. آنه جنازه. بعضی دوستان را به تا بگویم. میگه ترکتبارای افغانستان یا اوزبک ترکمنتبارا با طالبا کنار آمده با طالبا یک سازیشی کرده یک کنار جور آمده. ما این رقم ایقا قربانی ایقا شهید ای گپا باز چی میمونه بر ما بر ملت ما بر جاهل آدم کش ظالم کنار بیاییم و دوستم هم عادت شمی است که قولش قول قرارش قرار هیچه نیش نی چی میمونه بر ما بر ملت مردم ما مردم آله ای ما مردم ها خوبانه اونم ما را ما مردم ها کافر میگن کلگی ما شما را آل بم مجاهدین خودشان اماراتی های خودشان در همگی روز برو در پیتر محقق صاحب گفت خانه نشین شو درایید در خانه شان درایستان بر طرف که درایستان همه گره با چطور این سازید با کدام امتیاز با کدام چیز سازید جنگ نمی کنم لیکن همه ادبک تبار دوستای تا رفقای تانم و سیاست کم کم سرش خلاص شوه و جنگ خوبتر خلاص میشه. وقتی که جنگ تسلیم گرفت یا اوس میکنه گپه یا ای طرف میکنه. ما وطنکی یاد دارم بین کماندانای من یا لاند میکنم یا باند میکنم. ثابت شد از زمان دکتر نجیب اولین کسی که امن جنبشی ها ما بودیم 900 نفر در کابل میدان هوایی را گرفتیم. بعد از گارنیزی نگرفتیم. بعد از تلویزیون ملی رفتیم. با دیتان کده رفتیم در میدان هوایی. یک چیز واقعیت است. اولین بار کابل ما مردم مجید روزی معاون جنبش معاون شورای نظامی ما مردم داخل شدیم. ما آمدیم با استاد صاحب تا با نماینده مرکز صاحب اینا قرب 100 نفر کماندانان در تپه سر آمر صاحب یک تانک داشت یا دو تانک داشت. ما همراه دو تا ماشین مربعی آمدیم تا این منطقه اینا همینجا پلان گذاری کردیم چه رقم باید کابل ترشم شورای عالی جهادی شورای عالی جهادی تشکیل شد مزار صاحب معاون ما پیشنهاد کردیم عامر صاحب قهرمان رئیس همینجا ما را گفت همه مجاهدین شمال حتی دم جلسه شگیا شورا را لیف گرفتم گفت جنرال دوستم معاون نظامی باشد مسئولیت نظامی را که سب صاحبت ها اینا هست همه گی دو خواه بخواه چی نمیریم ما الیکوپترا را
آماده کردیم. عبده بال الکوپتر می عبده و کابل انسی او دی نفر مرا دیتان کده میده و در حدود 3500 نفر با فوجی صاحب با تپه سرخ روان کرد. تپه سرخ کماندران ما مسلک مسلک می بود. 32 اراده ماچم 3 اراده یا کم زیاد تانگ بود. آمر صاحب به من زنگ داد. زنگ می زنه زنگ می زنه می گه ما 15000 هم ریزد به مزار شریف ریزد ساخته ماندیم بر توات کابل. آمر صاحب ما گفتم شما کمانده کنید. همه پاوزی صاحب امین گرد. پاوزی صاحب اینا تیر شده نتانست. ما گفتم بسیار باشه 2 ساعت هست ما می رسیم به پایان. 15000 هم باتم ریزد بیار کردیم. امینا شب با تعرض شروع کردن. از درای بکرام گپ زدیم با آمر صاحب هم رقم در تطلعی با کماندان ها اینا امو تو راست هم رقم از کوتل خیرخانه یک جای همه بچه های آمر صاحب همه بچه های جنبش همه وسایتی زری تانگ و توپچی جنبش یک جا با آمر صاحب در کابل داخل شد. کابل پیش ما حضور داشتیم. وزارت داخله حکمتیار صاحب نفرات بود. اونجا جنگ کرده اونا را کشیدیم. تکنیم. تلویزیون ما تیاره را شام دیم. بریم ما بودم. عظیمی، جنرال عظیمی، آصف دلاور، مجید روزی، جنرال را گفتم در گارنیزیون بریم. پیش دکتر صاحب نجیب بیارین امرم ما یک تیاره انسیودو را در میدان هوایی نگاه کردیم امره انتقال بده در مزار ما میگفتیم در ملل متحد ایرا تسلیم میکنیم مالک تو شانگک میدنه با ما نه نه بکشه بکشه بشی ما گفتیم بکشه بکشه یک رئیس امور قانونی چرا تو به میکشی سبا چیشم جوابشم میتی با ما تمر وقت کلان شدی باز همه کار سر خی در میدان هوایی آمد این بچه ها زیاد پارتر نمی پا ما ملل متحید متراش حالا متراوات که نجیم نجیم دکتر این پارتر هم نمی پا ما دیگر کل گیش اکثر کشراخکی بچه ها باز آنم اینجا دکتر نجیب پس میره در دفتر ملل متحد پناهنده میشه و بقا دوستان ما چرا همه گپ را میزنیم یگان گپ هم میزنیم ولیکن گپ نزدن خوب از زیاد گپ زده عملی نکردن کرده چرا همه مردم با ما شما اعتماد نمیکنن چرا همه مردم او قدر باور نمیکنن چرا نمیخیزن اینا ما شما ایتر شدیم هر وقت که فشار آمد زور آمد بود با یک دیگه جور شدیم وقتی که کمی آزادی نفس راحت پیدا کردیم هر توتی علیه یک دیگه افتیدیم با جان یک دیگه افتیدیم جنگ کردیم جنگ داخلی کردیم ما هم دوتا با سند 70 سالگی از زمان ظاهرشاه از زمان داوود خان هم گپ در جریانات سیاسی همین گپا بودیم خرد بودیم هم بودیم کماندان بودیم هم بودیم یا کارگر بودیم هم بودیم همین بالخصوص هفت کودتای هفت سال شد و چه حزب چه بگویم دموکراتیک خلق پرچم اینا با سر قدرت آمد دیگه امو وقتا ما بودم در داخل امیر سیاست دیگه بود نمی پامیدیم لیکن می گفتم که اینمی به نفع
و نه به مظلومینت و نه به تودهات و نه به دیپانات اینا بودتر گشت بودید. لیکن چرا همینا سقوط کرد؟ خوب مقاومت کرد، خوب جنگ کرد، هم اگه موضوع ما جنگ کردیم. لیکن ترکی امرای عبدالامین هفتید، عبدالامین ایر کش، عبدالامین ببرک کارمال کش، یارونسا کش، باز ببرک کارمال و نجیب کن. ببرک کارمال نجیب در بینشان اختلافات پیدا شد. طرف کارمال صاحب یک طرف شد، طرف دکتر نجیب دیگه طرف شد. امینارم سکوتش سببش امی اختلافات. آمدیم در بین مجاهدین هم خود رول بازی کردیم. این استاد صاحب ربانی را سپه کردیم. ما را معاون عمر صاحب مسعود قهرمان وزیر دفاع ما مقرر شدیم. ای چی شد؟ ای کلشکر جهادی، ای جنگ دیده، آب دیده شدگی، همه گیشان با عقیده با آرمان جنگ میکنم. از چرا ما نتانستم همه حکومت احید بکنیم؟ همه در بین خود افتیدیم، اختلافات ها را دامن زدیم. حکمتیار یک طرف را که باران دیگه آخرش گفا چی شده را دشمن کار کرد بین جنبش بین عمر تا اختلافات را ایجاد کرد. جنگ های داخلی شروع شد. اب ما و مزار صاحب چه حضرت صاحب مجددی حکمتیار صاحب یک طرف شدیم، شورای عالی هماهنگی شدیم، یک طرف عمر صاحب و اینا شد. بزن 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 و ما بزن بزن هیچ مردم همه اعتماد نداره. سبا شما بیاین باز همه طور نمی کنید. ما خو همه گپ بوی شب بوی می کنید. بوی می کنید. بعضی از چی بخاطر چی؟ بعضی ها ازبک ها مملکت ها ازبک ها جنگ نمی کنند. اما بعضی دوستای ما اعمال نام دوست ما گرفتن بسیار با خودش با خودش چی بگویم دیگه، بی غیرتی میگه یا ننگ میدانه یا چی رقم است. یا برادرای وزبک همه قربانی که در پالیشان شهید شده حداقل یک نام از اینا نمیگیره. ما امه قدر تالگرد آمر طایب تعقیب میکنیم برادره. این گپ ما اینطور نیست که خدا نخواسته با خفگی گپ باشه. واقعیت میگم باید از تاریخ بیاموزیم، از گذشته ها بیاموزیم، دیگه اشتباه را تکرار نکنیم، یکی دیگه را بپذیریم، همه قبول کنیم که گذشته سیاست ما اشتباه بوده. حال مردم ملت مردم هم حجت دادن اطمینان بتیم. ما دیگه او دوستم نیستیم، ما دیگه او برادرای یا چی نیستیم یادی. هم مگه ما یکی هستم متحد است. ما بعد نشرات امنا را میبینیم، ما میگیم امی پردیقل احمد ولی رئیس چی از بنیاد آمر صاحب شهید قهرمان. اما خدا قل امی نشرات امی جورنالیست که فرانسایی یاد گفته می آیا سر واقعیت آمد امی خیر داده می را. 11 استنبر ایتر شد، کابل سقوط کرد، ایتر شد، ایتر شد، ایتر شد. کابل سقوط کرد، یک عالم داستان دیگه هست، یک عالم گپای دیگه شده را. اونجا ما خود عمر صاحب قهرمان مرا رئیس شورای دفاع افغانستان، استاد صاحب ربانی، خلیلی صاحب، امیر صاحب اسماعیل خان، همه گیت سالان بود. دیگه تغییرات آمد، دیگه گپ اعلان شد. جنرال شیراقا میگه
چراغا و خیالم در شیرپور در خانه آمد ام پایش قطع بود ام داستان کرد که وقت سزای تا شنیدیم گفت عمر صاحب قطع گف زدی رفتیم گفت در ددان در دره پنشیر شطور گفت شکست کرده بود پس چه بودو بعد از سقوط کابل نصرالله بابر عزیز مون اول آیسای تمام سیاسینش همراه 11-12 سفیرش وزیر خارجه پاکستان قطع در چی هست؟ در شبرغان هست در میمخانه اینا کلش قلعه جنگه میره و میایده پیش ملا اومد همین جشیشته بودم قانون صاحب دکتر صاحب عبدالرحمن بود صاحبم صاحب بود معقد صاحب بود دیگه همه ما اینا دکتر باز نصر لبابر ایتر پایچه لرده کده اصایش هم ده نه صداقت نیشته صداقت نیشته ما همین گفای بسیار ده یک برادر ما بسیار قد عمله کد یک پاکستانی برادرای تاجیک گب میزنیم گفت که نگفت خبر ما کوا دا جنرال نمو گفت ما را میدانی تو را دا تاجیکستان هم نمیمانی تو را دا تاجیکستان ما بیرون برامون ما محقق صاحب ملک عزیز امیر رای ماهون استخبارات آیسای ملغاو یا بود مورده اتاق و کرد شش دید قرآن کشید عزیز همتون قرآن کشید محفظ طایبه اما قرآن گفت امضا مور میتونه اما ام گفت اما شماسو در یک بار داریم شما میفهمین در شمال دیگه این محفظ طایبه چون در جرگان شد نشد مالک ایتر مارا شانا میتونه دوستم میگه امضا کنیم امضا من گفتم بشین من گفتم هر وقت تو رهبر شدی اینجا ما به همراه از اونا قرآن نمیتونیم باور نمیتونیم ما همینطور یک بانه که در بر آمده ما شورا داریم پلان همینطور چورت همینطور در چورت دستیم در قلعه جنگی زیر همین برندهش قدم میزنیم برادارا دیدم در زندگیم همین خودم اولین دفعه اونمی گوشهی رو گرفتم دیگه تلفن چی بود زنگ زنگ بله گفته کردم سعی کردم تو آمر صاحب بله آمر صاحب خوب هستی سیاستا خوب بخیر هستی مجاهدین خوب هست بله جور پرسان والا گفت جنرال صاحب بود این تاریخ هست برادر تاریخ هست هیچی گفت تا بالا بالا چی نیست گفت جنرال صاحب گفت دینم اینجا علما کماندانا هم مگی ششتا گفت آواز شما را میشنم آلی گفت پاکستانی ها با چی قرار رسید این پاکستانی ها چی میگه چی میگه چی رفت ما گفتم آمر تای با کل اگه مجایدین با علما ریتا بدا سلام بود پاکستانی ها بیکار ماندن میرم هرگز یک تار موی تانه آمور خواهد ما گفتیم در خود پاکستان نمیتیم پیش شما مطمئن باشید سبا ما گفتیم یک آیت روان میکنیم چه ضرورت داریم اگر با تیاره میشه علی پوتر اونجا نباشه از کوتل اندراف کوتل چی میگیم از اینجا روان میکنیم هر چی تا نفر لازم باشه نفر روان میکنیم اما این من دیا مجایدنا بسم الله خان امنا شاید باشه هم اگه مورال میگره میده و طرف دره پنشیر شطور پس طالبه را شکست داده مقامت هر کدام ما در وقتش کارای کدگه ما به ما خاطر میگه ما همه جورنالیست گزارش ایره دید رفت او
هیچ یک از دوست عامر صاحبان سنگر رفیق دیگه حتی از استاد صاحب ربونی گپ نمیزنه، حتی از پایین مارشال صاحب پایین گپ نمیزنه. عامر صاحب مسعود میره میره فقط با یک دره، از یک دره هم با یک کامل ارتباط داده میمونه. و چرا دوستای چی کار کرد چی شد چرا کم شد؟ و حداقل امر سیاسی می که دوستا هست و بخش این فرهنگی نو یک ببینه که اینه می خود با ضرر ما مردمه. چرا اینجا یاد از دوستا هیچ کدامش نیست؟ دیگه نیست. و همه خاطر دمه ترگپا اول متوجه نشدیم، اما فاصله ها در بین ما ما برای شما میدیم. همه گفتیم ازبکا معامله کده چی کده؟ ازبکا 50 سال پیش نیست، ترکتبارای افغانستان 50 سال پیش نیست، اینا خام کله گذشته نیست، کلهشان هم پخته شده، در سیاست هم میپامه، در جنگ هم خود در سطح جهانی در سطح ملی ثابت کردگی است. جنگ 2001 چرا کم شد؟ اما اونجا که ما قماندان عمومی جنگ بودیم، هم طرف چرا تخار با سازماندهی کردیم، امیر صاحب اسماعیل خان دمشق بمبارد کردن، امیر صاحب نمی رفت نمی رفت گفت اینا سیاهیت چطور از چرا کمر ما تا امیر صاحب یک دفعه ایراد بگیرم و سیاهیش می جنیم کلی جار بمبارد کردم و می رفت. همه جا کمانده در دست ما جنگ در خط مقدم اما می کردیم. همه معقد صاحب همه امیر صاحب برادر رفیق ها امیر بعد یک تو خدا قهرمان میگیری از دیگر هم از قلمی یک های کنگی میگیری اینمی یک تازی این گپا را ما و شما کنار نگذاریم و این باور داشته باشیم پای ما و شما را نمیمانه مردم ملت نمیمانه با پشت ما و شما نمیه هر چقدر گپ زده بری همه گپ عبده ولایت عیده ولایت بگین ای دارم و دارم از کل جایش هم مردم خبر هستیم همه جای تمام جای تمام از اشتباهات گذشته باید درک بگیریم. همه ما جبه مقاومت شورای عالی مقاومت برای نجات افغانستان چه روشن فکرایی که در غرب است چه روشن فکرایی در امریکا است دیگر آل خینا میگه ما تحمل ای فلان 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 از جنگ هیچ نمیه که جنگ بکنیم. خب جنگ نکنیم همگی ما متحد یک پارچه شویم و همونه قطع بشینیم یک توافق سیاسی برسیم. ایر جنگ سالار ایر ما چیم چی از شولهی ایر ما چیم فلان این بانه میگه پاره هم بگی ما یکی دیگر را بپذیریم گپای خدا بگویم آل سر چی مکش مکش میکنیم صاحب وطن نیستیم صاحب ملت نیستیم صاحب خانه نیستیم مردم نیستیم باز ما اضافه شویم ما کم شویم تو چند نفر معرفی کو تو چند نفر ما او برادر چی ایره ایره دنیا هم سر ما و شما چی میکنم بشینیم با یک توافق سیاسی همه ایما برد جنگ سالارا از تجارب خود و خاطر کار انبار میکنه شرایط و خاطر جوانا و خاطر خانما ما مردم شخصا خودم یک دلم یک ارمان است ام دین خود ادا کنیم به خاطر آزادی افغان دیگه ما را می می وزیر میشه می معاون میشه می والی میشه می دیگه ریسپیت قوم مردم خود می باشیم
دیگه زیر دست کسی رابطه ماموریت نمی کنیم. ها همه کاری که از نگاه امنیت ما می تانیم اعتراف کنیم که بسیار دوستان نمی تانیم. واضح می دونیم. واضح. این گفت چی نیست. این بم خاطر بشینیم قطعه دوستان. سر تقسیم این گفت را بانم ما با اقلارشان ایناشان تماس داریم. بشینیم و یک توافق برسیم. بخواهیم نخواهیم دوستا وضعیت افغانستان شرایط تغییر میکنه. باید دم روزا یک دوتن کارا میشود. همه انتخابات ها بعد گفا پیدا شد. و امریکا ما برای همه چیا میگم همه دوستا همسایه ما بیجا بیجا پروتوکولا توافقنامه اینا تاپی گفته دیگه گفته امضا کرده نروا بلیون میلیون دلار. این چی یک گروه نامشروع آمده با یک معامله صاحب افغانستان سبا میره اینو. سبا میره عمرشان کوتاه. امریکا اگر همه ترامپ برنده شوه به خاطر حفظ آبرو عزت خودش اردوی خودش حتما عکس العمل نشان میده. هیچ کدیشم بکار نیست. و کدیشم چی کار میکنه؟ ما و شما چی کار میکنه؟ برای خاطر عزیز ما رابطه در افغانستان جنجال کده کشمکش کدن کده حال بیکار هستیم. همونطور مملکت ها پیدا شده حالی یک جای همه ما و شما برو نی اوقع پیسه بکار هست نی اوقع سلا بکار هست نی کسی اعتراض میکنه نی انتقاد. ما از نگاه سیاسی میشینیم کلانه را برای همه ما به یک توافق سیاسی بعد از رسیدن طالب هم میگم که بیا تو بشی از راه مذاکره همه گفه حل کنی. ما باورم نمیایم اونا بیایم. باز زمان چی میایم؟ باز زمان بخش امنیتی دفاع میشه. باز به اون زمان هم شاید همه دنیا نباشه که دارش با ما شما استاد شده ملت ما بیاین همه تر یک حکومت موازی یا حکومت جلاوطن نگم همه تر سر یک حکومت برای توافق برسیم که گپ خورد ریزده را بانیم اعلام کنیم یک حکومت موازی کی علاقه من باشه بگره رئیسی همه حکومت موازی شود یا جلاوطن یک کسی شود که از نگاه علمیت یک عالمی باشه که با دین وارد باشه و اینا خوب جواب گفته بتانم این امر المومنی نیشو امر چه بالد امر معروف نهی و منکر ایناش به فرماناش یا در مکتبایش امتر یک کار ابر کار رستمانه بکنیم. امر حاضر تا خارجه بود خارجه خارجه به ما شما همه خود ما شما را هم جور کده بتمنیم. ما بچه های کودکستان خود نیستیم. کلی که ما خود سیاست مدار میگیریم همه گیم جمع بشینیم ای جمع شویم یک گم عقب بیاییم همه چیزا با خود نخواهیم همه چیزا با خود نخواهیم. دیگه ملت هم هست دیگه مردم هم هست همه خاطر از این فکر کوتاه یک کم کوتاه بیاییم بشینیم همه گیم ها جامعه مدنی هست همشیره ها جوان ها دیگه همه گی بشینیم. ما شخصا دوانه داریم ما باور داریم در شورای عالی مقامات افغانستان هر نوع همه طور یک وحدت و همبستگی بیایا اینا در خط مقدم و این خاطر برادارا این گپای خورد ریزه را بانیم یکی دیگر را هم چی بگویم چی نکنیم نادیده نگریم
Amı buradaray Uzbekistan. O mu mifhamım aval afir ama da intikabatan sabit kedegi و همه بخش نظامی هم ثابت کرده و لیکن بعد صحبت ها بعد گفا میشه حال خود زمان میر تالو گذبکار نفهمه هر چی که لغات هم دب بزنید زبانتان چی میگه دلتان چی میگه او را میفهمه او را خوب پا میده ای خاطر اینمی گفه چه بکنید چه نشود ما برای شما میدیم همه همه از چند ولایت دیگه ولایت همه یک قریه یک ولسوالی را گرفتن نتانیم ما همینجا خط میدیم گرفتیم برآمده نتانیم ما خط میدیم برآمده هم بکار افتاد نگاه کردن هم بکار افتاد تا کی همون وزبکا ترکمنا ترکتبارا حالی شما نباشد هیچ کار نمیشه از نگاه نظامی روی کتاب خواندن دیگه چیز است و عملیش دیگه چیز است ما میشناسم همین برادرهایی که هست همین همه برادرهایی که کوتاه فکر است آسان اینجا ریاست جمهوری دیگه او آدم ها را گفش برین از بیشترم تجدید میشه اینجا با ضعیب میشه اینجا با جبا دل واسی داشته باشد دید واسی داشته باشد بان خاطر اتحاد اتفاقی خدا حفظ بکنیم این گپ ما در گپ نباشد در جامعه عمل بیاین سر یه تواخصی از ساختار یک نظامی جلاوطن یا نظامی موازی را اعلام کنید جای پیدا میشه و این پولم بکار و این دیگم بکار همه تا امکانات داریم ما و شما هر چی شدیم از طرف همه ملت شدیم از طرف هم بخاطر ملت از چه جمعه چه خدا سودا کنیم بریم همه کارا بکنیم سعی کرده نشدیم تو باش امریکا چه میکنم ما سعی کرده بشدیم تو باش شانکانگا چه میکنه دیگه چه همه گیش باز چه میکنه بکنیم بعد از برو همه گفا اعلان کردیم برای شما ما میدیم یه رو اعلان کردیم طالب تکه تکه پارچه پارچه همه پارچه پارچه کل دیگه به طرف جبه میاد به طرف جبه مقامت میاد شورای عالی مقامت میاد یک حمایت‌گر پیدا میکنه یک پشتبان یک امیدواری پیدا میشه مورال طالب پایاش میلرزه اونا را پایاش محکم میشه او همشیرای ما بیچاره را در خانه شاندن آفرینش آفرین در کنج خانه ششتن ما و شما چه میکنیم؟ ما رهبرا، قهرمانا، جنرالا، اینا هستیم ما و شما چه میکنیم؟ بیاییم یک کار خوب بکنیم اینا با گپ نمیشه ما با خدا 3 سال میشه در شورا همینجا کار میکنیم شورای عالی مقامات همیشه میکنیم امرخ هم میکنیم با خاطر یک چی؟ چه میگم کمیته کمیته اینا ما مردم جهر جهر بستیم ایک همه گفا را جمع کرده بانده یک اینا همان تا چیز را اعلان کنیم کمی کلانم کمی خیرت کنم دوش کنم تب بیایم ما همیشه رهبر باشیم نگویم همینا را میدان بتیم مردم یک اینا را کمی تصمیم گرفته شوه دنیا ما و شما میشه طالب خود و خود ببینیم چی میشه ما دیگه بسیار گپ زدیم همه شهیدات بالخصوص اردوی ملی ما و شما 70,000 بالاتر شهید داره خداوند اونا را مغفرت کنم و هم دعا کنیم که
در جنگ غزه بیشتر از 40,000 ما چند هزار مسلمان ها بوده که طفل سیاسرا با شهادت رسید. رهبر سیاسی هم اسماعیل هانی، او هم به چاره را به جوان ناجوان مردانه به شهادت رساند و خداوند جایش اونا را جنت داشته باشه. این کماندان ها سرباز های ما که همه ما شما شهید شده همه ایشان هم و هم برادرای هزاره ما در بلخاب هم یک گفت کشته بودیم. این از بلخاب هستکی حرکت میکردم در این صبح اینا را میگیریم به پنجه قانون میسپارم این القاعده این طالبان را. بعد از یک ماه تیر نشد همه گفت عملی شد. اینا چقدر القاعده در زندان شبرغان بود، چقدر طالب در زندان قریب 14,000 نفر 13,000 نفر بود. معاونین اسامه بن لادن در اونجا بود، در زخمی بود، کشته شد. بازم با امید خدا که نمی شورای عالی مقامت این ترورت را جوابی میکنه. این خون این ملت مردم در زمین نمیمانه، در زمین نمیمانه. حال بعضی ها میگه که هزارا بخیده جنگ کنه برادر. امی امی هم یک گفت بادم بگه که منطق داشته کنه جنگ کنه. کجا چی چرا کنه جنگ کنه؟ از جنگ یک بیشتر اکمالات کار داره، دیگه کار داره، حمایه سیاسی چی کار داره؟ همه قدر که اینا رو میکشه بودم همه رو دل ما سرد نشد تو دیگه هم کشته شود. و هی رقم مشوره آدم نمیده زمانش که رسید خود با خود مردم میخیده قیام میکنه. ما دیگه در بسیار مدرد میخوایم دوستا گفت ما را ملال نگره. ما صادقانه میگم ما این گفت یه طور در دل خود نگاه نمیکنیم. باید از این گپ های کمی چی شود نام برادرهایتان چی نکنه بر ما میگن، بر ما میگن. همه تو هر تلویزیون سعی کده شم همه دیر چشم چشم سعی کده خنده کده میما. اینی می گپ ها را در نظر بگیره. ما و شما همه گی هموطن هستیم به یک سنگاز جان. موفقیت ما همه وقت همی بود چرا کم نجیب سپر کده رب چرا کم دیگه و چی بالا سال فایده مال فایده اینا سپس که در هفته را کم موفقیت را به دیست آوردن لیکن گذاشته اشتبارت کنن. ما آمدیم که گفتم از زمان داود خان به این طرف هم مگه اختلافات بوده، اختلافات بوده. خانه زمره تاود پیمان جدید ملت بود و دور ما و شما جمع میشه دیگه. موفق باشید، در پناه خداوند باشید. بسیار معذرت میخواید ما کمی زیاده روی کردیم و یک میگه و بتا یک مثل است دشمن میگه خرداننده گپ میزنه، دوست میگه گریانده گپ میزنه. این گپ ها من بعضی وقت کمی سخت ولیکن دیگه دفعه در صحبت هاش حتما این بتا یادش میآید، دوستم یادش میآید. ما چی ما رو نام ما را بگیریم نگیریم ما دوستم هستیم، دوستم هستم. ما تسکید کدگی هستم جای خدا، جایگاه خدا، هم از نگاه سیاسی هم از نگاه اجتماعی همه گفتم. کسی ما را بگویه نگویه اتمن جوان بوده اینا نمی فهم اصلی گپ در کجا هست، اصلی گپ در گپ از چرا شده. ولی که نبرو ما احمد بیا خان خوب می فهم، احمد والی خان خوب می فهم، حاجی صاحب احمد یک مشوره کنه دو باید همه دوستارم داد محفلا بعد صحبت ها. ما مردم چی دایم ما میگم عمر صاحب عمر صاحب عمر صاحب عمر، اما چی محتاجی داریم؟ ما واقعا صادقانه میگم اینا که ما را
نام ما را نمیگیره، اوزبکا را نادیده میگیره، ما چه بند باد هستیم؟ ما هم خدای قهرمان میگیریم، ما هم خودمون میپاوم رای خدا، چای خدا چه رقم بکنیم. اینطور نمیشه در اطراف ما کار شود. صد دفعه نام محقق صاحب قدسات دیگه گرفته میشه، اونا رو بگیری نگیری اونا همه جمعیت هست و همه چی. یک دفعه چرا همه کلان و مکرم نامشه نمیگیری؟ همه دوستم نام خار داره و بعد زبان آدم میخره، زبان آدم میخره. همه خاطر بسیاری از دوست ما نامشن هر چیز قط بازی میگه، قط ریش بابا بازی نمیشه. واضح برتان میگه هر که بازی قط ریش بابا بازی نمیشه. علی این ملت ترکتبار افغانستان این گفا بازی نمیخوره. خود سازمان سیاسی داره، تشکیلات سیاسی داره، شورای مرکزی داره، دارنشا داره، معاونین داره، دوستم گفته یک رهبر داره. ایره هیچ کس بازی داده نمیده، بازی میداد دیگرا میداد. بازی میتون میتون گفته که دوستم ساده دل هستی. ما همون شیاردلر هم دیدیم، دروگویار هم دیدیم، کمونستار هم دیدیم، چال نیرنگ بازر هم دیدیم. از چرا بازم به همه توتیه بابا دوستم که حالی زنده هستی نمیشه غور میدنم نمیشه زنده شده. لیکن این گپا از دل خود دور کنم برادرم. دوستم ها تحجید میکنیم. استاد محقق ایتر میگو، دیگر ایتر میگو. اخی همی شورا را ضعیف میکنیم، شورای عالی مقامات ها در بایلش چی میکنیم. ما حکومت موازی را اولین کسی هستیم که ما ایران کده داریم. این اعضای شورای عالی مقامات رهبری شورای عالی. بعض دوستا گنجششت از کدام دره یک گفت داده میمونم، ما میگه خرابی کار کده را. اما کار کنید چه میشه؟ افغانستان هستی، این افغانستان هستی یک دره ارتباط نداره. این افغانستان از چند ملت مردم نیست. همه اینا بیارین یک دره قوض می کنم بگیم. اب برادر همه چند دفعه تو همه تمام قدرت هست. بعد است همه دوستا دادیم کو دادیم وزیر دفاع، وزیر امنیت، وزیر خارجه، وزیر داخله، رئیس امنیت ملی، تمام چی شدی؟ کجا رفتی؟ خود را دوم دفعه چم امر رقم شده، امر رقم تمام جای جنگش ما پتا کردیم، ما قماندان بود، ما مشوره دادیم با مارشال صاحب، پیم قانون صاحب، دکتر عبدالله ساعت 2 بجه با ما زنگ دادم در کابل داخل شویم. گفت ملل متحد تو نیراش مهمات نیست، در آینده شما هم در ساختار نظام تعیین باشی داخل شوید. ما اینطور تصمیم داشتیم که از راه ادارجات همون راست از میدان شهر داخل کابل میشیم. ما مشوره دادیم، خود جنگ به دوش ما بود، برادر خود در جنگ نبود. دوستای ایرانی، دوستای روسی خود نمیمان اینا را خرق بکنن. ما بودیم همه تصمیم گرفتیم. الاتقال به خاطر چند دفعه برادرای همه یک دره قدرت گرفتیم، نتانستیم، کارای خوبم نشد. این زمین های مردم کابل هست،
يقى الزمين ده رئيس كاس نمو كل كده كوبل نشبسه أصدقائي اقتصادي مارشال قرار سيف بطاق اجازه ببخشين مارشال سيف ببخشي أنا بونكرم خو أجب هورا درا ما منظور ما ميز قانون سوال مي پانشيري گاري كدا همه چیزا با خود میگرم با خود هستم نگویم امنم جز از همه وطن پراستا جز از همه هیچ اینطور گفت هم میبینم لا جناب حافظ مارشال صاحب ببخشید من بیره باره کنی بله یک بنابراین مداومت تشکر میکنم از صحبت هایی که جناب شما داشتین، همگی به تفصیل با حوصله همه اعضای مجلس صحبت های شما را شنیدن. امروز هفته شهید است، بحث ما در مورد تجلیل از مقام شهداست، از استاد شهید، رئیس جمهور، رهبر جهاد مقاومت، بنیانگذار صلح، از قهرمان ملی افغانستان، از استاد مزاری شهید، از رازق اچکزی، از اکمل شهید، از خیخای شهید، از مطلب بیگ شهید، از تمامی شهدای افغانستان. امروز صحبت ما و شما در مورد از این مقام است. ما و شما صحبت های تفصیلی کردیم، ما و شما دو فصل پشت سر گذاشتیم، جهاد و مقاومت افغانستان را. این جهاد نه به یک قوم تعلق داشت، نه به یک شخص تعلق داشت، نه به یک دره تعلق داشت، به همه مردم افغانستان، تک تک فرد فرد مردم افغانستان که در جهاد سهیم بودند، به همون شکل در دور مقاومت، مقاومت هم از یک شخص، از دو نفر، از یک تنظیم، از یک قوم نبود، متعلق به همه مردم افغانستان بود. اما نقش شخصیتایی را که در زعامت و رهبری نقش بازی کردن، او را هم ما و شما هیچ کدام فراموش کرده نمیتانیم. یک تعداد به حکم عموم مصداق قول پروردگار که تعهد خود به خدا صادقانه عملی کردن به شهادت رسیدن، یک تعداد دیگه زنده هست که او زنده ها یکی جناب مارشال صاحب شماستین، امی صاحب اسماعیل خان است، استاد تمامد نور است، استاد محقق است و هزارها زنده های دیگه که در میشه شما جنرال ها را میبینین، اینجا آجی الماس رو میبینین، اینجا جنرال مصطفی خان رو میبینین و بسطها شخصیت های زنده رو که به اصطلاح دمی را در کنار ما و شما بودن. شما اگر یک نفر یک مصاحبه رو در یک جای داده گفته بوده، ما و شما به اصطلاح نادیده میگیریم به خاطر یک شخص یک مصاحبه کرده، هیچ کدامش ما و شما حقایق و کلان و بزرگ نادیده نمیگیریم. کی نقش جناب شما را و سایر شهدای عزیز ما را از قوم عزیز ترکتبار ما کسی میتونه نادیده بگیره؟ نقش را که شما در آوردن تحول داشتین در ابتدای پیروزی مجاهدین افغانستان، امو رقم یک استاد شهید یادآوری کردن، هیچ کس نادیده نمیگیرن. اما آل ما و شما باز اونمو صفحات تکرار شده. ما اگر بخوایم پل بزنیم از گذشته به امروز، دوستای عزیز جناب پشتون صاحب اونمو کس است که دیروز افغانستان در یک فصل مورد تجاوز علنی و عیان اتحاد شوروی قرار گرفت، مردم به جهاد خستن در مقابلش. در 34 ولایت افغانستان خانه به خانه دره به دره افغانستان، بعد اشغال پنهانی شروع شد به نام تجاوز و اشغال تروریسم، باز بار دیگه مردم افغانستان در مقابلش ایستاد شدن و تک تک شما عزیزا، بزرگایی که به شهادت رسیدن، بزرگایی که فعلا حضور دارن، او فصل با عزت به پیروزی رساندن. بعد امروز اشغال سوم را تجربه میکنیم. در این اشغال سوم میبینیم که امو استاد ربانی شهیده که جهاد و مقاومت رهبری میکرد، اونمو شخصیت استاد شد، فرار نکرد، مشروعیت نظام تا پایان حفظ کرد. امو قهرمان ملی در کنار بقیه مردم افغانستان استاد شدن، مقاومت را به پیروزی رسیدن، ام مسئولیت دینی، ام رسالت ملی. امروز میبینیم نه استاد وجود داره، نه قهرمان ملی. صفحه سوم تجاوز در افغانستان تکرار میشه. در ایج هم ایجاب میکنه که باز امو صفحه تکرار شد و ما برای نجات افغانستان به اصطلاح کمر بسته کنیم. من راستش از این بابت
ما آرزو دارم که همه ما در این قسمت تجدید نظر بکنیم. افغانستان آن در اوج باقی مانده. همه ما در بیرون از افغانستان هستیم. ای کاش همه ما همی کمره بسته کنیم که بریم مثل اونمو جوانایی که آمد، مثل خیرخوا، مثل بهلول بهیج، مثل اکمل امیر، اینمی شخصیت ها خواهر کدام اگر یک گوشه رو بگیریم یقینا فرموده شما یک جغرافه رو به دست میاریم. ولی در این هم شک نیست دوستا عزیزای ما که ما امروز در یک تجربه جدید قرار داریم. این تجربه جدید را با رسوب در گذشته حل کرده نمیتونه. راه امیست که خرد ما، کلان ما، همه ما با یک فکر نو، مثل که مارشال سر تاکید کردن، با یک فکر کلان، با یک ذهنیت کلان ما بریم به طرف ساختن آینده افغانستان. اون افغانستان که امروز در اوجه هیچ کسی مسلط نیست، یک گروه مسلط است که دوباره تهدید بر همه است. از این بابت ما امیدوار هستم که همه بزرگای ما، همه شخصیتای ما به جای ماندن در گذشته به آینده فکر کنیم. آینده رو چطور بتانیم؟ افغانستان چطور نجات بتیم؟ الان افغانستان برای همه ما باز است. هر کدام ما که میتانیم بریم یک گوشه رو بگیریم، یک جغرافیه رو فتح کنیم. افغانستان پیش در اشغال به اصطلاح سوم قرار داره. کی دمی روی ما و شما را گرفته؟ از این بابت ما امیدوار هستم که در گذشته نمانیم، بر آینده فکر کنیم. بر آینده هم رایش اینمیست که در کنار هم قرار بگیریم. استاد شهید، استاد مزاری شهید، قهرمان ملی شهید و هزاران شهید ما در افغانستان چه میخواستند؟ اگر دو روایت را عنوان کنیم، یک آزادی و استقلال در برابر تجاوز بیگانه و این طرف در روشنایی آموزه های دینی اسلامی ما بحث عدالت و رفاه مردم افغانستان میاثر بوده، مطرح بوده، چیزی که همه ما و شما با او اعتقاد داشتیم و اعتقاد داریم. فعلا خوب است یک آزمون قرار داره که همه ما در کنار هم قرار بگیریم، متحدانه خدا خواسته باشه یک صفحه نو باز بکنیم، پیش بریم. اگر ما و شما در مسائل گذشته باز هم باقی ببانیم، خود کشیده نتانیم، نه افغانستان نجات پیدا میکنه نه بقیه. ما بار دیگه بر روی همه شهدای افغانستان، از شهدای بنام، شهدای گمنام افغانستان، شهدای امروز ما تا شهدای دیروز، بر همگیشان درود میفرستیم. نمیتونیم در این هفته شهید از شهامت جوانان عزیز ما که فعلا در سنگرا عملا در مبارزه قرار دارند، از شهامت زنان شجاع افغانستان که چه در داخل و چه در بیرون در پایتختای کشورهای مختلف نام افغانستان زنده کردند. امروز قهرمانی را زنان افغانستان بدست گرفتند، هم در داخل افغانستان هم در بیرون افغانستان پیش قراول هستند و پیشتاز هستند. ما از میجه از آدرس شورای عالی مقاومت ملی برای نجات افغانستان از این شجاعت زنان افغانستان تقدیر میکنم. با امو رقم به شهدای 14 تن از شهدای مظلومی را که از شهروندان هزارت تبار افغانستان مظلومانه به شهادت رسیدن، واقعا صمیمانه درود میفرستیم، خدا غریق رحمتشان کنه. دوستای عزیزم، چرا ما بحث خودم متمرکز سر انکشافات اخیر و جدید در افغانستان مطرح نسازیم؟ شما امروز میبینید که وضعیت در داخل افغانستان و کابل چیست؟ امروز به اصطلاح انحصار و استبداد در بین حاکمیت فعلی طالبا به کجا رسیده؟ چرا صلاح الدین ایوبی دست به استعفا میده؟ چرا شمس الدین پهلوان به اصطلاح امروز به این وضعیت روبرو میشن؟ چرا اقوامی را که به اصطلاح بزرگای طالب به او تعلق ندارن، اینا سرشان اعتماد نمیشن؟ در حالی که در کنار از اینا قدم به قدم، اگر اینا مبارزه میگن، اگر جنگ میگن، اگر ترور میگن، قدم به قدم صلاح الدین ایوبی در کنارشان بود، شمس الدین در کنارشان بود، اقوام مختلف در کنارشان بود. اما امروز که آمدن به قدرت رسیدن، امروز به یک تصفیه قومی در درون صفوف طالبان اقدام کردن. چرا ما و شما سر از این مسائل بحث نکنیم؟ چرا از این وضعیت برای آوردن یک تغییر استفاده نکنیم؟ به نظرم این خیلی مهم است. با مو شکلی که در سطح بین المللی تحولات آمدنی است، جناب مارشال صاحب بسیار یک نقطه خوب مطرح کردن. دوستای عزیز، ما یک نقطه امروز خدمتتان می‌خوایم بگویم که مثل که بارها گفتیم،
پدیده به نام طالب در افغانستان قابلیت بقا ندارد. طالب محکوم به شکست و زوال است. نه او تفکر طالبانی بر مردم ما قابل قبول است، نه بر دنیا قابل قبول است. امروز عملا تمام دنیا اجماع داره که افغانستان به مرکز تروریسم تبدیل شده. این نقطه بسیار بزرگ است. دلیل از این که تا امروز دنیا اینا را به رسمیت نشناخته و تا حال در حد رابطه تکتیکی باقی ماندن درست دمیست. این ایدئولوژی حاکم در افغانستان صلح به دنیا مخابره نمی کنه. همزیستی مسالمت آمیز پیام نمی ده. صدور تروریسم، صدور به اصطلاح خشونت و به اصطلاح رفتن به طرف یک تحول با استفاده از الگوی طالبانی دارن. یه امنیت دنیا را تهدید میکنه، امنیت منطقه را تهدید میکنه. از این لحاظ دیر یا زود طالب محکوم به شکست است. دوست عزیز ما پیشتر صحبت بسیار خوبی را کردن، جناب پشتون صاحب محترم، ای که امروز بعضی از کشورها با شتاب، با عجله، با قرارداد با استعلام متوسل میشن. مارشال صاحب یادآوری کرد قراردادهای را عاجل با طالبان میکنن. میخوایم از امی آدرس بگوییم که هر نوع قرارداد با یک رژیم غیر مشروع و غیر قابل قبول برای مردم افغانستان فاقد اعتبار حقوقی است. خوب هست که کشورهای همسایه ما، منطقه و جهان به جای سرمایه گذاری و حساب باز کردن با یک گروه مسلحی که او مشروعیت ملی و بین المللی نداره با شتاب و عجله در مورد قراردادها فکر نکنند. آنچه به نفع مردم افغانستان بوده باشه ما از ته دل از او استقبال میکنیم. به این خاطر خوب است همه ما و شما دوستا در بجای بحث هایی که به اصطلاح زیاد کمک نمیکنه ما را به گذشته میبره، بهتر است که ما سر از این مسائل فکر کنیم، طرح نو، اندیشه نو برای آینده بسنجیم. بحثی را که دوستان مطرح ساختن، مثلا مارشال صاحب یاد کردن، بحث تشکیل یک دولت بیرون مرزی، یک بحثی است که امروز در اکثریت محافل بین المللی مطرح است. این خودش آغاز رفتن به طرف از تعامل تکتیکی با طالب و تقابل استراتژیک با طالب است. خوب است از این فضا همه ما و شما استفاده کنیم، یک دیگر را بپذیریم، بدون درس از گذشته و رفتن به یک سقف واحد ملی بدور از بک‌گراند، بدور از سلیقه‌های سیاسی، بدور از قالب‌های قومی هیچ راه دیگه برای آینده افغانستان وجود ندارد. از این خاطر ما امیدوار هستم همه ما در جلسات بعدی، در صحبت‌های بعدی روی رفتن به آینده جدید با استفاده از آموزه‌های شهدای ما و تجارب و درس‌هایی را که از اشتباهات گذشته آموختیم، به این صفحه یک افغانستان جدید را ایبار بگذاریم تا هم خدا خوشنود باشه، هم ملت افغانستان. و السلام علیکم و رحمت الله.